درود و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با میزبانی من رشاد زریر از نور تماشا می کنید. خط بیرنگ میان ما و طالبان خشم آنها و مهر دولت افغانستان در حالی که از یک هفته به این سو نیروهای امنیتی در بسیاری نقاط کشور در نبرد سنگین شفق در برابر آمری با حراس طالب دست و پنجه نرم می کنند، پس از اعلام آغاز عملیات بهاری دشمن وضعیت امنیتی در سراسر سر کشور رو به وخامت نهاده است سران دولت اما به جای محکمتر بستن کمر نظامیان هنوز سنگ آشتی با طالبان را به سینه میکوبند ریاست اجرایی دم از جلب تعهد هشت کشور اسلامی عربستان سعودی ترکیه ایران اردن مالزیا پاکستان مصر و بلاروس به همکاری برای صلح و امنیت کشور میزند این در حالی است که تلاش های دولت افغانستان برای آشتی با گروه حراس افغان طالبان تا اکنون ناکام خوانده شده و نمایندگان در هر دو مجلس آگاهان و مردم از گستردگی ناامنی در تمام کشور به ویژه استانهای شمالی در اوج نگرانی است در همین حال نگرانی کشتار غیر نظامیان همچنان پاورجاست و گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نشان داده است که تلفات افراد ملکی در سه ماه نخست سال روان دو درصد افزایش یافته است پس مردمی که قربانی می شوند نباید بدانند که خط اصلی میان ما و این گروه تروریست صلح است یا جنگ در محور همین پرسش بحث میکنیم با آقایان سعید محمد شریف سعید محمد حسن شریفی نماینده مردم در مجلس و سعید عبدالمقدم امین آگاه سیاسی ممنون از حضورتان جناب وکیل صاحب تان را این گونه داشته باشید که بررسی تان از وضعیت امنیتی به ویژه در یک هفته اخیر در سراسر سر کشور مخصوصا استانهای شمالی چگونه است تشکر بار سلام به شما و جناب استاد و بینندگان تلویزیون شما درود میفرستم بر روای پاگ و تیبی شهدایی که در گوشه گوشه از خاک به خاطر دفاع و نمامس ملی جان شیرین خود را فدا میکنند در رابطه با بحثی حملات بحاری طالبان که در یک هفته شده در سراسر کشور آغاز شد در نقاط مختلف کشور حملات بسیار جدی و تحرکات بسار چیزی رو اینا راه انداختن. البته این هم به عنوان یک حسنی ارز درز می که در مجموع حملات باهاری طالبان موفق نبوده و در مجموع تنها دو سه مورد بسا کوچیک اینا موفقیت داشته یکی در ولایت سری پول در اول سالی سیاد و منطقه به نام غربی را گرفتن و منطقه مرزا و لنگ و میاندره در محاصره قرار دار تا هنوز در طول سه چهار شده و یک مقداری هم در دند شابودین غوری که شما در جاله هستین و در برخی از ولسوالیه های قندوز. ولی در مجموع یعنی ناکام بوده حملات طالبان خب وقتی... ولی می بگم که آیا ما به دفاع بکنیم؟ آیا ما حالت دفاعی داشته باشیم؟ آیا ما بالاخره بازم آمار تلفات مردم عادی بالا برود و ما شاهد تلفات سنگین باشیم؟ و روح و روانی جامعه ما بالاخره مثل سال گذشته همیشه در تزلزل خب در استرا در ناراحتی شما نمونه های کوچکی را که اشاره کردید هر چند کوچک ولی دستاورد قلمداد میشه بر طالبان انتظار داشتید که باز هم مثل قندز ولایت را بگیره و باز شما بگید که کامیاب بوده حملات البته با توجه به پیش بینی های بسیار جدی و خطرناک و هشدار دهنده ای که ما شما در قبل از فصل بهاری که ما شما قرار داریم واقعا نگرانی ها بسیار چیدی بود هم مجامع بیمللی و هم مقامات غربی و هم کس شما در یاد دارین که یعنی اوزار بسیار وخیم پیش بینی میکرد ما با توجه به اون موضوع عرض ما قربیم. که در ماه نخست بهار قرار داریم از کجا بلی. معلوم که وضعیت وخیم تر شد بله ولی این نگرانی وجود داره که اگر دولت سکتورهای امنیتی در رأس شورای امنیتی ما شما یک مقداری اراده جدی توجه جدی فعالیتی بسیار بالا و یک سر حرکت های خاص و لازم و ضروری و جدی نداشته باشند حملات باهاری مخالفین دوام داره چونانه که شما اشاره کردین و ممکن است که طی افتها و روزهای بعد یعنی چکنندگی برخی از ولایت ما و شما دقیقا خب مثل قندوز دولت که مدعی است عملیات شفق را راه و پیشرو است ببین شما ما, ما سکتور امنیتی را در فصل زمستان هم استجواب کردیم مهم. در این فصل هم استجواب کردیم خودی من مشخصا یکی از سوال کنندگان بودم در رابطه با بحث آمادگی فصل بحاری یک مقدار غفلت صورت گرفته <متصفيق> هم از طرف دولت و هم از طرف سکترهای امنیتی و هم از طرف دوستان بیمللی که از سنگ دوستی و محبتی ما را به سینه میزنند خب بان که طالبان آن همه اختار دادن و اعلام آمادهی کردن و به سال مهر رد زدن چرا این غفلت صورت گرفت؟ به دلیزی که یک سر کارشکنی ها یا همو ستون پنجم یا مخربینی که در درون نظام ما و شما وجود داره و به نفع مخالفین و دشمنان از سرزمین در اینجا تلاش میکنن ای یک عامل دوم متاسفانه بحثی نبودی یک سوق اداره جدی و استراتژی امنیتی که خوشبختانه در این افتای گذشته بحث استراتژی پنج سالی امنیتی رو اینا پاس کردن این دو و موضوع سوم شما میدانین که دوستان بیمللی ما و شما ایساف و ناتو آیا نمیدانستن که بعد از اینکه ما اخراج شدیم نیروهای ما خارج شد نیروهای افغان نیاز به قوت هوایی داره میفهمید آیا دکترین اونا ای پیش را نکرده بودند که بعد از خارج شدن ما که ما موقتا در افغانستان هستیم نیروها و اساکر و سکتورهای امنیتی افغانستان نیازی به تکنولوژی مدرنی استخباراتی داره آیا اونا نمی که بعد از اخراج ما و نیروهای جان برکف افغانستان نیاز تمویل و تجهیز آتش افزارهای سنگین و سقیله داشتن این سه نکته که من میگم مستند عرض میکنم پس ما میخوایم بگم با این مقدمه یعنی وارد چون به بحث که یک نوع تساموکاری غفلت ورزی یا تعمدی در کار در از تمام بوده. نشانه ها بوده بوده که این چیزایی که ما میگیم امروز میان میگه که نیروی افغان نیازی به سقیله داره نیازی به هوایی داره نیازی به استخبارات تکنولوژی استخبارات مدرن داره مگه شما در استراتژی جنگیتون در افغانستان و دکترونی دکترین نظامتان مگه چرا پیش بین نکردی این یک موضوع در رابطه با بحث اراده جدی متاسفانه ما اخبار غیر رسمی که فعلا از از علمن داریم از فاریاب داریم از قندوز داریم از بغلان داریم و از سر پول داریم ای به ما این چنین وانمود میکنه و نشان میده که انوز که انوز است اون اراده جدی اون اراده جدی که خط قرمزی بین مخالفین دولت و مردم دو افغانستان باشه و واقعا استادگی بشه و دشمن صد در صد تعریف شوه ملایزات منفکاری محافظه کاری بر چسب ها و زینت های منفی قومی و سمتی و زبانی یعنی برداشته شود و ما با یک اراده آهنین در بالاخره مساف دشمن بریم مهم. یا دشمن بیای سر تسلیمی در برابر نظام داشته باشه یا او به عنوان دشمن قلمداد شود انوزم این اراده جدی خوب دیده نمیشه خب امی خیلی ساده بود که در زمستان صورت میگرفت که در زمستان طالبات داشتن آمادگی می گرفتن چرا دولت افغانستان همواره آغوش صلح باز کرد فریاد صلح سر داد و دنبال طالبان رفت که کلی صلح را پیش کشور مثل پاکستان پیدا بکنه وقتش را صرف کرد چرا اون وقتی کار که ساده تر بود دقیقا برد. یکی از اشکالات و یکی از عیوب و نواقصی که فعلا ما نتیجه شد و تلخیهاش امروز در قندوز، در بغلان، در فاریاب، در هلمند، در سری پول میبینیم این نکته است که شما خب نمونه کندوز را چرا پاکسازی نکردن که اکتفا کردن به اینکه مرکزش را بگیرن و بلاخره پس حالا در این سوال شما را به شورای امنیت پاسخ بگه نه من و ما در سنگر مردم هستم و همیشه حلقوم ما برای دفاع از مردم فریاد ما بلند است شما ببینید این سوال با شورای امنیت به مردم پاسخ بده چرا قندوز من نمایندگی از مردم شما از شورای امنیت پرسیدید سوال بله، ما خودم یکی از عرض کردم که یکی از سوال کننده ها بودم در شورا بله. گفتم چرا بله پاسخ عملی نداشت پاسخی روشن ما نداشتیم و چرا در فصل زمستان اینا قندوز تصفیه نکردن چرا در فصل زمستان اینا دند غوری و شابدینه تصفیه نکردن خودی من پیشنیاد کردم بر سه سکتور امنیتی هم در شورا رفتم در وزارت ها گفتم بین اول ساری کویستانات که یکی از مراکز مهم تعلیمی و آموزشی در صفحات شمال است بعد از مواری کوکچه و بینجر اینجا تصفیه بکنی نکردن امروز شما برین در حدود دو هزار بالاخر افراد در جای تعلیم میبینه و چرا نکردن و همچنان گفتیم چرا در هیلمن شما ما سی و پنج هزار تشکیل داریم سربازی خالی هست اونایی که در اونجا هست میان ما ده هزار حضور فیزیکی سربازا را نمیبینیم خرید و فروش میشه و سر ایاشه و اباته و امتیازات بالاخره سربازا معامله میشود در چرا اینا را نکردن و امروز اگر ما کار خانگی خود را در فصل زمستان در اون فرصت خوب میکردیم و همش ما مصروفی پروسه سول نمی شدیم موازنه افز می کردیم امروز ما به یه درد سر گرفتار نمی شدیم خیلی ممنون جناب امین سب درآمد شما و از پایان بحث شریفی سبین که در زمستان دولت افغانستان با شرکای بین المللش مصروف صلح شدن و هرچی که طالبان و در کل گروه های حراس افغان هشدار دادن که ما تجدید قوا میکنیم آمادگی نبرد سنگین در بهار و تابستان سال 95 در برابر نیروهای امنیتی افغانستان را داریم جدی نگرفتن همواره وزارت های داخله و ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع و حتی ارگ ریاست جمهوری دفتر مطبوعاتیش اعلام کرد که اینها تبلیغات بیش نیست و ما آمادگی کامل در برابرشان داریم که حالا در شب و روز می‌بینیم که وضعیت آنگونه که طالبان میگفتن شد چرا مصروف سال شدن پس از اینجا آغاز بکنید درآمدشان درآمدتون را که طالبان صلح هستند یا نیستند که همکنون هم دولت افغانستان به جای جنگ فریاد سال سر میده بسم الله الرحمن الرحیم خدا را سپاس که انسان را فرید و راه و رسم زندگی با او آموخت تا نیک را از بد بشناسد هر زیاده خدمت جناب وکیل و شنوندگان رادیو تلویزیون نور خب باید بپذیریم که فعلا کشور سراسر ناامن است آسیب در روانی مردم هیچ راهی فعلا که قریه را به قریه دیگه وصل میکنه شهرها را به شهرهای دیگه وصل میکنه همه ناامن است ناگذیری نا های در داخل وجود داشت و یک انتقادی بین المللی و یک فرهنگ در داخل کشور با تأثیر که تبدیل شده امروز هر مشکلی را که دامنگیری ملت ماست دامنگیری دولت ماست این را ما به دوش کشورهای امسایه و کشورهای بیرونی میگذاریم بحث صلح و بحث طالبان یک چیزی کاملا مشخص است طالبان در روند مبارزه سیاسیشان کمتر اشتباه میکنند اونها از ابتدا تا به امروز هیچ نوع آمادگی برای سال نداشتند و ندارند حکومت افغانستان به یک عنوان یک حکومت قانونمند نمیشناسند به هیچ صورت و نه تنها کسایی که در جغرافیای دولت زندگی میکنند اینها را یعنی مباعدم میدانند امروز اگر انتحاری میکنند موشکای دوربرد میزنند هر گوشه جغرافی دولت نگری صحبت میکنه برای طالبا هدف است ولی با تاسف که دولت وحدت ملی و یا گذشته از دولت وحدت ملی خصوصا از 2001 به طرف دولت افغانستان هنوز قادر نشد که یک چهره اصلی دشمن شناسایی بکنه و به ملت بشناسانه که معرفی کنه که دشمن توقش ای هست و ای چهره اصلیش هی است و در قدم دوم هم ما نتونستیم در سطح بین المللی کشورهای دوست و دشمن خوده از همدیگر تفکیک کنیم گاهی به یک کشور دوست میشیم گاهی به دیگر کشور دوست میشیم به صورت کل افغانستان و حکومت وحدت ملی و در مجموع بعد از 2001 به طرف افغانستان فاقد یک استراتژی ملی و بین المللی است ما در سطح کشور به صراحت و با وضاحت باید بگیم که ما تعریفی از از ساختار ملی از فرهنگ ملی از ارزش های ملی در سطح کشور نداریم و سیاست خارجی فعال ما در بین نداریم بناء نتیجه جنگ نتیجه سلی چهار ای که در اسلام آباد بود, با وجودی که خیلی کسایی موضوع روشن ساختن همه کسایی که تاثیر گذار بودن و کسایی که مطالعه داری عرصه داشتن که در سطح ملی و بین المللی موضوع را رو کاملا روشن ساختن که این جلسات به نفع کشور نیست ما باید آمادگی خود داشته باشیم اولا دولت با همه اطلاعاتی که از درون جبهات یا طالبان داشت یک یک, یک موافقه نامه ای را با طالبان در دند غوری امضا کرد شما میبینید که یک یک مشروعیت اینا به اینا بخشید و همین نقطه طالبان جرأت داد که امروز در صفات شمال کلان اینا در حدود تسلط دارن تقریبا تمام راه های مواصلاتی را به نوی بسته کردند و دولت افغانستان هم الان هم اطلاعات دستی اول در اختیارش نداره اما اگر به صورت کل قضایا را اگر بیرون از کشور مطالعه کنیم وضعیت امنیتی اقتصادی و سیاسی کاملا تحت مدیریت سازمان ملل متحد به ویژه ایالات آمریکا و ناتو هست جنگای اگر نامنظم هم که هست و جنگای منظم هست و جنگای چریکی و جبهه است به به سازمان ملل متحد که چرا شما اشاره کردید طالبان یک گروه کوچک هراس افغان در مقایسه با دولت افغانستان با این همه دارو ندارش در مبارزات سیاسیش کم اشتباه میکنه اولا ما باید بپذیریم که <تصفح> طالبان هم دست کم نگیریم طالبان ما خودمون بر ساختیم حکومت وحدت ملی طالبان رو بر جسته ساختیم خب ما توجه کنید امروز نارضایتی که مردم از نظام داره در هر بخشی فسادی که به اوجش رسیده و بیکاری که شما میبینید بله. بیداد میکنه فرار مردم و فرار محصلین از کشور وضعیت مهاجرین در بیرون از کشور وضعیت همه ما جزوی ترین خدمتی را ارزی خدمت را نتونستیم به مردم داشته باشیم حالا بیت در ما یک تراز یک سو دولت افغانستان را دولت و ملت افغانستان را بگذارید یک سو طالبان را چرا طالبان یک گروه تروریستی کوچک در مبارزات سیاسیشان اشتباه نمی ولی ما که یک دولت مردم جغرافیا هستیم تاریخ داریم و تمدن داریم و این همه دار و ندارمان ما اشتباه می بعد این تاریخ مربوط به همه افغان ها میشه چی که در خط جنگ با ما می جنگن چی ما با اونا می جنگیم به صورت کل منظورم این بود که این فضای را که دولت با ملت این فاصله هایی را که دولت با ملت ایجاد کرده زمینه را مساید کرده که طالب و هر گروه افراطی دیگه بیاد در صحنه سیاسی و نظامی حضور پیدا بکنه ما به نظر هستم که قبل از اینکه طالب دشمنی دولتی وحدت ملی بوده باشه و این مشکلاتی که در, در جغرافی دولت وجود داره این مخالفت ها قوی تر است برای, برای دولت از لحاظ از لحاظ سیاسی و از لحاظ ناامنی و از لحاظ دشمنی و مبارزه یک دیگه شما فرمودید قسمی که نتیجه نشان داد به گروه امانگی چهار جانبه کار تا همکنون کار عملی برای سال نتونسته پس به تازگی آقای عبدالله در کل ریاست اجرایی به خوشبینی و امیدواری نشان میده از جلب توجه و تعهد برخی کشورهای اسلامی که که ما در درآمد نامشان را داشتیم به نظر تانی هشت کشور اسلامی که حالا ادعای همکاری در صلح و امنیت افغانستان کردن به اینا امیدواری میره در مقایسه با چهار کشوری که قبلا کردن اولا قبل از جواب سوال شما به یک موضوع باید بپردازیم که دو عامل اساسی و تاثیرگذار در در کشوری ما وجود داره یکی ناامنی هست و دوم بحران مشروعیت نظام هست که اینها متعلق به کشور خودمان میشه این ربطی به سیاست خارجی ما نداره و دومی که کشور سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در بسیار قضایی ها دیدیم ما تأثیر گذار نبوده که ها را مهار کرده باشه و بالاخره وضعیت وضعیت به شکل عادی آورده باشه ما فکر نکردم که در کوتاه مدت بتونه در های افغانستان خصوصا در وضع امنیتی تاثیرگذار بوده باشه ولی تا جایی که با باور ما است که جلساتی که در سال در این سال در بروکسل و یا وارسا شکل بسطی کشورهای جهانی اشتراک میکنند و در باره قضای افغانستان بحث میکنن ما امیدوار هستم که یک بار دیگر توجه جامعه جهانی به افغانستان معطوف شود و بالاخره یک سمت سوی برای افغانستان ایجاد کنه قبلا هم عرض کردم که افغانستان به هر حالت هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی و امنیتی به نوید دتات مدیریت ایالات متحده ای آمریکا است ما متقین هستیم که جنگ شاید از از, از با صحنه نکشانند که سبب سقوط نظام شود و نوع پس و پس این جریان هم این همه کار خود سازمان ملل کشورهای جامعه جهانی در رس آمریکا باشه چطور انتظار دارید که این دوباره جلب توجه بکنن کشور افغانستان و تجدید دیدگاه بکنن خب ما یک بار دیگه یک بحثی هم داشتیم که در افغانستان اولا جنگ جنگ داخلی است که ما عوامل اصلی را به عنوان یک اصل باید بپذیریم و بعد عوامل خارجی را مروش بحثی کنیم در عوامل داخلی جنگ یک جنگ ارزشی هست به نوی هم دولت افغانستان خود یک دولت مشروع و قانونمند میدانه و هم طالبان خود پیرو شریعت پیروی دین و پیرو اسلام میدن اینها هر دو منطق به خصوص خود دارند ما به این نظر بودم که کشورهای اسلامی خصوصا کسایی که دسترسی دارند در خزایا و کسایی که عالیم هستند اینها تاثیرگذار هستند اینها باید یک فتوایی در برابر اج... اجماع امت اسلامی باید یک فتوایی در رابطه با جنگ افغانستان می داشت <applause> حالا طالبا به هیچ صورت با دولت افغانستان کنار نمی نه قانون اساسی را به عنوان یک بیسقه ملی قبول داره و نه دولت اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت قانونمند می به صورت کلی دولت یک دولت مزدور و بیگانه میداند و ای هم از فرد یا نهادی یا احزابی یا گروه های سیاسی که تاثیرگذار بالای تمام افکار مردم باشه باشه داشته باشه که بتونه اینجا یک فتوای صادر کنه یا بتونه یک نظریه بده که وضعیت جنگ تغییر بده در داخل کشور ما نداریم ولی با استفاده از فساد کشورهای اسلامی اگر اونها مسئولیت ایمانی و وجدانی خود در پیشگاه اسلام و در پیشگاه خدا اگر اینا اینا می داشتن اینا یک بار در قضایه های افغانستان مرور می و وضعیت که روزی هزارها انسان کشته می شه. روزی هزارها خانواده و در منحدیم می اینها یک فتوای پیرامون وضعیت کنونی به صادر می که آیا واقعا نمی طالبا افراتی هستند، جنایتکار هستن آیا واقعا اینا برحق هستند امروز آمی مردم افغانستان بی سواد است. اینها شریعت شر... به عنوان یک اربر در دستشان است هم منابع اقتصادی دولت بناوی در اختیارشان دارن از مردم میگیرن و هم قضایای حقوقی و جنایی را اینا در حدود 60 تا درصد از ساحه از دولت میرن در اونجا حل و فصل میکنن و اونها گویا اینکه با شریعت کلا کلا مسلح هستند به این خاطر این جنگا ها جنگای عقیدتی است جنگای جنگایی که به اصطلاح گرایش های دینی دینی داره گرایش های دینی را نمیتونیم ما گرایش های عقیدتی را با جنگ حل و فصل کنیم این باید منطقی رسایی از, از, از داشته باشیم چی از ارتباط با دولت یا خصوصا کشورهایی که زیاد داخل در قضایای افغانستان نیستن اینها باید موقعیتی موقعیتی ثابتی در قضایای کشور می داشت خیلی ممنون جناب شریفی سب قسمی که پیشتر در بحث اشاره کردین وقت طالبا حالا هرچند کوچک ولی دستاوردهای داشتن عملیات عمری و در برابر شفق فقط دست بدست شدن چند بل... بلستواری در چند بلایت در چند شب روزی اخیر پس این اینها را اگر پیش راوی تلقی بکنن هنوز امیدواری در چنین وضعیتی به صلح با این گروه وجود داره که ریاست اجرایی امیدواری میته و هشت کشور اسلامی را باز متحد کرده که به افغانستان به صلح افغانستان کمک کنند که آن هم پاکستانی که همواره مورد انتقاد بوده شامل این هشت, هشت کشور هست؟ البته به ای که رهبرهای ما و شما یا شخصت های ما و شما ندای صلح بلند میکنه و بازم میگه که آغوش ما باز است و ما طالب افغانی و مخالفین خود را میپذیریم با آغوش گرم و نام جزی از این مردم هستن یک شعاری خوب هست شعار خوب است در حد شعار ولی اساس قضیه و بنیاد قضیه به است که این چیزا در ما رو دوا نمیکنه شما ببینید سیاستی که مخالفین ما با نمو رهبرای خودشان پیش کشیدن فصل زمستان که فصل خوبی بود برای تجهیز قوای ما برای بالاخره بازنگری قوای ما و آسیب شناسی و پر کردن خلاها و نقا و جاهایی که به دست طالبا بود در بار گذشته پس گرفتن افراز پوستها، ها بقای کردن آسیبه ها رو شناسایی کردن از لازی و استراتژی نظامی به فکر ازی می بودن بهتر بود ازی که اینا رفتن مشغول صلح شدن بله. ولی زا طالب می خواهی که حضور داشته باشه خب اون گذشته حالا چی؟ آله می خواهیم طالب می خواهی که حضور حضور سیاسی داشته باشه یک کشور طالب میخواهی که مقبولیت اجتماعی و جهانی پیدا بکنه یعنی بیا در قدرت افغانستان سهم باشه اینا وقتی امکان پذیر است که او جای پای داشته باشه او وقتی مقبولیت منطقی و جهانی پیدا میکنه که او آتر است داشته باشه او چند ولایت و ولسوالی و قریه و قصاب در اختیار خود داشته باشه و پس ما بسیار خام و بسیار خوشبینانه و بسیار عاطفی برخورد کردیم با پرسه سول. کوتاهتر اگر یعنی... لطف کنید فعلا فرصتی برای صلح وجود داره حالا فعلا فرصتی برای سول نیسته ولی ای که ما سعی بکنیم صدای صلح خاموش نشوه ای یک چیز خوبه ولی ما فعلا در گوشه گوشه از کشور مستقیم در نبرد هستیم با مخالفین و اونا سعی تلاش دارن با حملات باهاری تحت نام عنوان بالاخره عمری و اینا میخوان که خود را تثبیت بکنن از وضعیت گذشته بیرون بکشن یعنی خود بروخ بکشن و بگن که ما توانایی نظامی و تصرفی مناطق را داریم تا روی از نوع یک محاسبه قوی صورت بگیره هدف طالبا و مخالفین فعلا ای هسته و اون چی که ما پیشنهاد میکنم به رهبران حکومت وحدت ملی او هست که در کنار صدای صلح و بعد چیزی که اینا انجام میده اینا بعد بالاخره متوجه بحث نبرد حملات بالاخره از کنترلی طالبان مناطق بیرون کردن و جلوی پاره بگیرن تا اون اونا معیوس و نامید شما و تا راضی بیشه و که اونا بیان بالاخره تن به پرسی صلح بیتیان تا اونا امیدوار در سنهای های نبرد و تصرف مناطق با این خواب و خیال باشند اونا آمده هیچ وقت دست صلح آمده دراز نمی کنن. خیلی ممنون آقای امین حالا اول باید در میدان جنگ پیشرفت کرد و بعد سال کرد با این حال دولت افغانستان چرا اول کمر سربازا را بسته نمی کنه و تجهیزات و اکمالاتشان نمی کنه و همکنون رهبری و سوق اداره نیروهای امنیتی مشکل داره در حالی که وزارت داخله را معرفی کردن و تعیین کردن ولی هنوز وزارت های دفاع و ریاست امنیتی ملی با سرپرست اداره میشه دولت چرا به این اولویت ها و کارویجه هاش رسیدگی نمی کنه تا گام پیش بگذاره در میدان نبرد تا فرصتی برای سال فراهم شود که پیش از این حالا ادعا میکنه که طالبا هنوز هم بیایند به میز مذاکره بنشینن یک فرصت بسیار خوبی چند ما برای دولت افغانستان اگر نه آمادگی می داشتن دست داده بود از یک طرف وفات مولای محمد عمر رهبری طالبان که از انظاری هم تالیبا و مردم پنهان شده بود که یک بار افشا میشه یک مقدار به اعتمادی را در صفوف تالیبا با وجود آورد دو دستگی و چند دستگی تالیبا که کاملا اینا را ممرکزیت سیاسی از اینا را مزمحیل ساخته بود حکومت های کشورهایی که حامی از اینا بودند اونها هم با, با وجود همه حمایتی که قبلا از اینا داشتن کم کم حمایت خود از اینا گرفتن بحث سلطه چار جانبه در اسلام آباد مطرح شد فضای بین المللی کاملا به نفع هم داخلی هم بین المللی به نفع حکومت دولت اسلامی افغانستان بود ولی اینها آمادگی ای را نداشتن و این ظرفیت را نداشتن و در نهایت باز دوباره طالب خود منسجم کردن و رهبریتی حدودا واحد پیدا کردن و امروز میبینیم که تاثیر خود در تمام اولایات به نوی دارند از یک طرف ولی اگر به صورت کل قضایی را ما از لحاظ حقوقی بس کنیم من متقین هستم که نه دولت اسلامی افغانستان در گفتارش برای رسیدن به سال صادق است و نه طالبان چون اینا همه در کسب در, در, در گرفتن کسب امتیازات هستند چون جنگ ها در افغانستان از یک منبع داره نمی شود جنگ ها غیر منظم شما در دولت هم که میبینین شما حرفی واحد در, 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 در درون در 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 دولت هم به نوع در سطح در, در بخشای ملی و بین المللی حرفی واحد از دولت نمیشنوین و صورت کل جنگ در افغانستان به نوع از کشورهای بیرونی مدیریت میشه هر بدنه جنگ متعلق به هر کشوری است فضا یک فضا فضای فضا نگران کننده است با با این قسم ما متقین هستم که هم در هم آمده به نیستن و هم دولت اسلامی افغانستان مثلا یک مثال اگر بخوایم که طالبا خب دب... بیان به صلح تندر بدن دوباره با شما خواهم داد اینکه دولت افغانستان و نیروهای امنیتی در میدان جنگ و نبرد پس از اعلام عملیات عمری طالبان چقدر پیش رفتن برخی از کارشناس های نظامی باورشان ای است که با توجه به اینکه که عملیات شفق دولتی برنامه درست نشده و با توجه به بررسی از دستاوردهای این عملیات طی چند روزی گذشته یا طی یک هفته اخیر این عملیات با چالش های زیادی در مقایسه با عملیات و آمادگی طالبان روبروست و با توجه به وضعیت رهبری نهادهای امنیتی که همکنون وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی با سرپرست اداره میشن در, در رهبری نهادهای امنیتی و نظامیان افغانستان چالش وجود داره و این نابهسامانی ها سبب میشه که نتونن در مقایسه با آمادگی های طالبان با توجه به وضعیت پیشرفت قابل دستاوردی داشته باشند که ادعای تهاجمی بودن این عملیات را به مردم افغانستان ثابت بکنند پس این که چی دورنمای میتونیم از ادامه بهار و سال ۹۵ داشته باشیم در قبال وضعیت امنیتی کشور پس از میان برنامه کوتاه بحث می کنیم ادامه گفتگو با امید همراهیتان تا پای بحث همین سه ادامه بتید بحث پیشتر تان با این پرسش که حالا به این کارویجه هاش پیش از این که در میدان نبرد پیشرفت بکنه دولت افغانستان چرا رسیدگی نمیکنه تا اینکه بتونه فرصت و فراهمی برای صلح داشته باشه در رابطه با صلح که قبلا هم خدمتون صحبتهایی داشتیم صلح هم تابع یک فرهنگ به خصوص خود است یعنی با صلح گفتن هم ما نمیتونیم که با صلح برسیم او هم یک سلسله کارهای مقدماتی خود باید هم مخالفین هم دولت اسلامی افغانستان باید داشته باشه اول اینا باید یک دیگر خود درک بکنن موازی یک دیگر خود بر رسمیت بشناسن و اینا جنگ موقتا باید قطع بکنن که تا یک اینا بتونن روی میز مذاکره بنشینن <applause> که طالبا حتی هم به می چیزای مقدماتی هم اینا آمادگی از ابتدا هم نداشتن و الان هم ندارن و فردا هم نخواهد داشت و دولت اسلامی افغانستان هم باید سه فکر میکنم و باوری من که سه راکار باید پیش رو بگیرد غیر اون سال اصلا با طالب امکان پذیر نیست و دولت اسلامی افغانستان هم آماده نیست که حد 50 درصد قدرت بیا به طالب ها و و طالب هم هیچ گونه آمادگی ندارن که حد یقید بیان درصد در قدرت افغانستان سهیم شاید مثل که حکومت وحدت ملی با این فرمول پیش میره پس نه اونها و اینا این چیزا واگذار هستن نه دولت اسلامی افغانستان واگذار است سه راهی که میتونه ما را حدی اقل به یک تعادل قدرت برسونه و است که یک بار دیگر دولت اسلامی افغانستان بر مبنای امو تعندامه که با یالات متحده امریکا داشت از لحاظ استراتژیک و امنیتی یک بار دیگر ایالات متحده ای آمریکا را و جامعه جهانی را متقاعد بسازد که اینها به دولت افغانستان و به مردم افغانستان آماده کمک بوده باشند و در برابر تروریسم صادقانه مبارزه کنند خب این یک را در متن و تفاهمنامه هم بوده عملی منظور ما است دولت افغانستان این کارهایی را باید داشته باشه که جامعه جهانی را متقاعد بسازند با ویژه ناتو و, و ایالات متحده ای آمریکا را. در قدم دوم ما به نظر هستیم که ایجاد یک دستگاه فعال دیپلماتیک در, در, شرایط کنونی که این دستگاه دیپلماتیک فعال بتونه که افکاری عمومی را در عرصه بین المللی بار دیگر به نفع افغانستان تغییر بده و تا تا کشورهایی که حامی تروریسم است اینا را سر این دستگاه با چه ساختاری ما وزارت های خارجه و اینا را داریم خب به هر حالت اینا اینا در جایگاه خودشان هستند اینا به نوعی فعلا دولت افغانستان در مجموع یک حکومت مصلحتی اگر ما بخوایم با تروریسم بجنگیم و مبارزه کنیم به جایگاه خود تعریف شده در میان ملت و و خارجا داشته باشیم این دستگاه باید فعال شود و خب به هر مکانیزمی که شکل میگیره که این از خود مکانیزمی به خصوص خود داشته باشد. در قدم سوم ما به این نظر هستیم که اراده قوی در میان مردم و بر میان دولت و نخبه های سیاسی احزاب و گروه هایی که تاثیر گذار در جامعه افغانستان است یک بار دیگر اینها زمینه را مساعد بکنند تعهد بکنند با اراده قوی در برابر تروریسم ایستادگی کنند تا زمانی که ما شفاف و با قوت و با قدرت در برابر این پدیده قرار نگیریم آه. که اونها در جایگاه خودشان برگردن که تعادل قدرت با وجود بیاد تا ما بتونیم سر میز مذاکره بنشینیم و مذاکره صلح پیش بریم در غیر هم با این نشستایی که در اسلام آباد و قطر و چین و جاهای دیگه و بالاخره در جغرافیه افغانستان داشته باشیم چون راهی رفتن به نیست یعنی ما متیقین هستیم که هیچ دردی در صحبت های نماینده حزب اسلامی را مشهوری ما فکر کردیم که این حزب پرقدرت در این مدتی که منزوی بود شاید ترهای در او حاشیه قدرت شاید ترهای معقولی برای افغانستان داشته باشه اونم که دیدیم نه هنوزم او شیوه, را, شیوه را تعریف میکنه و هنوزم اصطلاحاتی را به کار بود که بار دیگر از این اصطلاحات به با نوی بوی خون میآید یعنی این یک راهی که بتونه حداقل از آدرس بی اسلامی به برستیم برسیم که میبینیم این هم با تأسف که با و فضای آلوده افغانستان شکل آلوده بوده و هیچ نوع امیدی هم از این دستگاه برای فضای سلی افغانستان دیده نشد خیلی ممنون شریفی صاحب اگر جنگ نیروهای امنیتی با طالبا و وضعیتشان این گونه ادامه پیدا بکنه بررسی تان و نگاه دن در کل به همکاری مردم با نیروهای امنیتی چی که به تازگی اسماعیل خان خانه از سران جهادی به خطاب به رئیس جمهور به سراحت در یک همایش امروز در حیرات گفت که اگر قرار باشد جنگ در غرب راه بفته ما برای جنگ با طالبان انتظار هیچ اجازه ای را نداریم و منتظر اجازه هیچ نهادی نخواهیم ماند و ما علیه طالبان استادگی می میکنیم حالا منظورشان از خیزش های مردمی بوده یا چطور؟ از شما ببینید بسی جنگ و نبرد با مخالفین این که وظیفه دولت است مکلفیت دولت است که از تمامیت ارزی استقلالیت دوامی جان مال شهروندی دفاع بکنی یک بحث است اما در وقت بایی که نگاه و موضع مردم چی است انصافا که مردم یک مقداری از حکومت وحدت ملی معیوس و ناامید هستند ولی باز هم مردم علاقه ندارن که به سمت سوی یک افراطیتی برون که اونا تجربه کردن در چارده سال قبل و دقیقا ما یک مثال میتیم به شما از ولایت سریپول چون دقیقاً در جریان هستم در سریپول امروز اگر مردم نباشه در کنار پلیس در مرکز سریپول در ولسوالی سیاد امیل از که ما با شما صحبت میکنیم مردم است که در برابر طالب استاد شده این چیز در ولسوالی سوزمه قلعه عین چیز در ولسوالی سنچارک امی بالفعل اونا با ما در تماس هم. مردم علاقمند هستند که بالاخره نظام باشه امنیت باشه قانون مداری باشه اجرای قانون باشه ولی از یک چیز مردم خسته است از بی برنامگی سکتورهای امنیتی از به توجهی سکتورهای امنیتی از زدم خب امانگی از نو در, در سوال رهبری که سرپرستی میشه شما ببینید شما... گرچه یک مقداری در اواخر سوق اداره خوب شده ولی انوز اون معلوماتی که ما در در ولسوالی ها در ولایت داریم انوز پاسخگو نیسته به این امانگی دقیق و درست بین سه سکتور امنیتی در مناطق وجود نداره در راست که والی هست در راست هر سه تا بالاخره امنیت و اردو و چیز بازم در اینجا یک امانگی درست وجود نداره بدتر از این و یعنی وقتی که بحثی نبرد و, و, مبارزه و بالاخره جنگ می شود در میدان ها ما می بینیم پیشتر ما در وزارت دفاع پیش لویدرسیز بودم که از اونج کجا بودم به خاطر مشکلات امنیتی سری پول نفته بودم ما گفتم اصلا ما تعجب میکنم که این درسته که ما تشکیل در سری پول کم داریم ولی همون تشکیل کم اگر اختیار ما باشه ما بسیار میتونم که چیز کنم یعنی نحوه جنگ نحوه مدیریت نحوه بالاخره سازماندی شدن بسیار ضعیف و پراکنده هسته ببین شما ولی زام در این قسمت من میخوام بگم که من نمیگم انارشیزم و پراکندگی به طرف دارست نیستم من نمیخوام که بالاخره افراد غیر مسئول مسلح شوند و مردم را اذیت بکنند ولی در چوکات پلیس و بعد از خیزش های مردم از مردمی که آمادگی داره به نحوی درست و صحیح و مدیریت شده استفاده شود این یگانه راهی است که بالاخره نیروهای ما و شما را تقویه میکنه حمایت میکنه روحیه میته و با همه امکانات در دست داشته خب، میتونه کمک کنه شدن وزیر داخله و دادستانی کل چرا شما جدی تر از دولت نمیخواین که دنیا ها دیگر هم معرفی بکنه تا شما خودیتون شنیدین و شاید هستین به عنوان یک ژورنالیست و یک خانواده بالاخره رسانه کی هر روز در خانه ملت همیشه ای فریاد در رسانه در مطبوعات بلند هسته و از جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی ما تقاضا میکنیم همیشه که اینا رو معرفی بکنن ولی پاسخ عملی نیست بالاخره یک فشار یک راهکار دیگه باید مجلس داشته باشه به با عنوان خانه ملت شما ببینین بهترین فشار خانه ملت قانون هسته که قانون تصیب کردن فرستادن قانونی سرپرستی مشخص و روشن است که بعد از یک وزیر رأی اعتماد خانه ملت کسب نتوانیست رئیس جمهور چند ماه حق داره که سرپرست بشه قانونه وقتی که ما تا به طرف قانونگرای حرکت نکنیم ولو من وکیل باشم ولی شما وزیر باشین ولو جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی باشه ما مشکلات را نمیتونیم که فایق بیم ولی زمان مهت قضا میسته که اینا معرفی بکنن و همونطوری که وزارت داخله رو معرفی کردن این دو تا سکتور دیگر یک مقداری برای روان و بهبود وضعیت به ما کمک میکنن و در غیر از این صورت درسته که آلا کار میشه ما معتقدی ما با درس شخصت چیز نمیکنیم اونا تلاش میکنن شبانه روزی همه گی تلاش میکنن ولی وقتی که یک وزیر می رأی اعتماد از خانه ملت میگیره و یک رئیس محترم امنیتی ملی ما رأی اعتماد میگیره این با یک مسئولیت خاص احساسی مسئولیت بالای بازوهاش میکنه و خود را پاسخگو در برابر ملت مستقیم احساس میکنه شما میبینین که ما هر روز وزرا رو به عنوان استجواب و استهزاء استجوا طلب میکنیم گرچه ما کاری خوب را انجام نمیتونیم و این کار را این برنامه را به آخر نمیتونیم برسانیم ولی بازم یک فشار خوبی و یک ابزار خوبی است که در واقع امو نظام مردم سالار تمثیل میکنه خیلی ممنون آقای امین نالا بیت راهکارهایی که شما با توجه به و نگاه واقع گرایانه به با, با وضعیت جنگ و صلح افغانستان و آنچه در ادامه و جریان هست پیشنهاد بکنید که دولت افغانستان حال در پهلوی این که بعد اراده قاطع و جدی پیدا شود در رهبران، سران مدیران و کارگزاران دولت دیگه چه چی چیزای صورت بگیره تا این که اگر در میدان جنگ در حملات تهاجمی ما پیش نیستیم و نمیتونیم طالب را پاکسازی بکنیم یا سرکوبش بکنیم دست کم خدای ناخواسته قسمی که برخی نگرانی و حتی در مجلس سنا امروز وجود داشت تکرار فاجعه مثل کندز را نداشته باشیم در بهار جاری ما <applause> مجبور واقعیت هایی که در محیط ما هست در مردم ما هست در درون مردم هست باید این را این خاص بدیم این یک امانت الهی هست الان عرف های ما به شکل تعبیر و ما اولا در رابطه با طالب بگم که اگر اینا واقعا یک مسلمان هستند و مسلمان بوده باشند حالا طالب و مخالفین یا هر کسی هست که هیچ گاهی فردی را تغییر و توهین نمیکنه خانه مردم حریق نمیکنه یک حسیر سری از زیر قطو نمیکنه و ده مواردی دیگر و در و تجربه تلخی هم ملت از افرادگرایی داره که به نفع کشور نبوده و دیروز هم نبود و فردا هم نخواهد بود و امروز هم نیست اما یک بار بیم جغرافی که دولت داو تسلط داره ما شاید برخلاف صحبت های وکیل سی چیزا تعبیر بکنم که امی ده درصد این ملت از دولت راضی نیست ده درصدش شما بین به نمونه مثال یک ده هزار نفر در یک جا در یک جا جمع رو بکنین و بگین از دولت کی ریز است من فکر کنم از امی ده هزار یا صد هزار ده نفر پیدا که ما بگم امید دولت راضی است ای تو نیست که اینها در برابر ای دولت قرار داشته باشه امید دولت نتونسته که ارزه خدمات به مردم با مردم داشته باشه یک دوم باور بکنین حالا بال ولایت ها را در جای خودش بونیم این امروز فعلا پیران چل تا 50 درصد قضایای حقوقی جزایی در مکمه طالب از کابل و ننگرها و کنرها و این لوگر و وردک در مکمه طالبا فصل میشوند 70 <applause> هفتاد درصد منابی اقتصادی طالبا از جغرافی دولت است که همزمان فوسه دولت در اینجاست اینا و زکات خود از اینجا جمع میکنن. کنند جمع میکنن. کنند ما نتونستیم که این مردم ها نگاه کنی با خودمان داشته باشیم مردم فعلا در برابر دولت قرار داره. مردم جرأت داده نارضایتی مردم جرأت داده که گروه های افراطی اینا بزنس کنن اینها در این صورت نه دولت اینجا ضرر کرده است نه 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 مردم نه طالب ضرر میکنه هر دو از شبکای پول دست میاد این ملت از این روزا قربانی دادن بد این قربانی میدن فردا هم قربانی اگر از دولت هم راضی نیستن قرار باشه مردم بین با طالبان و دولت انتخاب بکنن دیگه باید از دولت حمایت بکنن این ناگزیر است اینا مردم میتونه نیست که اینا طرفدار طالب بوده باشه دقیق شوین این مردم طرفدار طالب نیست یک بار گذشته ای طالب اینا که به یاد میارن فکر نکنم هیچ فردی طرفدار بوده باشه ولی وقتی که ما نتونستیم این مردم از خود کنیم وقتی ما نتونستیم مشکل مردم حل کنیم وقتی که ما مردم را توهین میکنیم وقتی که ما راه مردم را قطع میکنیم وقتی که ما هیچ ارزشی برای جامعه قائل نیستیم خب اینا کار باید بکنند؟ این نارضایتی هدف ما این نارضایتی باز حالا کاش که طالبان بگیم یک مرکزیت واحد داشته باشند یک سنگری واحد داشته باشند همه گروه های طالب تحت اداره یک مرکز بوده باشه ای تو نیست جبهات مختلف است همه بالای این مردم ظلم میکنند هم طالب در بالای مردم ظلم میکنه هم دولت بالای مردم ظلم میکنه مردم در فشار هستند ما در این نظر هستیم که یک بار وضعیت بازنگری شو و ایران نه قدرت دولت است که دیگه این مشکل حل کنه نه طالب میتونه در, در افغانستان حاکم شوه میلات به نظر استم که باز ما عرفای گذشته خود را تکرار میکنم که سران عذاب سیاسی نخبه های سیاسی علمایی که در رو طرف و این طرف هستند که اینا عملا در جنگ سهم نیستند اینها اما مسئولیت های فردی مسئولیت های ایمانی و وجدانی در نظر بگیرن هر فردی که در این یک خانواده تاثیر داره در محیط یک مسجد تاثیر داره در یک قریه و ولایت تاثیر داره هر یک کدام دست به هم بدن تا فضا را از این حالت تغییر بدن در غیر آن نه جنگ دولت میتونه با چه راهکار و چه ساختاری آیا خیزش های مردمی قسمی که پیشتر با وکیل بحث کردم خیزش های مردمی من مردم هم یک قسمی در داخلشان طور به اعتمادی بافت خورده که هیچکس با هیچ کسی فعلا سازگار نیست حالا گروه های متعددی شما از جهادی داریم عذاب دیگر احزاب ها داریم جامعه مدنی وسط بسیار وسیع داریم مطبوعات شما ببینید که وسط بسیار گسترده ای وجود داره هر یک کدام از این تاثیر گذاره برای افکاری عامه داره ولی چون در سطح کشور ما استراتژی ملی نداریم که همگی صرف نظر از گرایش های منفی که ما چی گرایش هایی داریم چی عقیده ای داریم ما چیزی را برای منافع ملی تعریف شده نداریم که همه مطبوعات جامعه مدنی عذاب گروه ها علما همگی به عنوان یک ارزش ملی را تعقیب بکنند به صورت کل ما به این نظر هستیم که امو سه فکتوری را که ما خدمتتان عرض کردم که یک بار دیگر جامعه جهانی را متقاعد بسازیم و در عین حال دولت هم باید خودش آمادگی بگیره و زمینه را مساعد کنه که مردم هم مشارکت برده در تصمیم گیری و مردم اعتماد بکنه این به اعتمادی از بین بره تا ما بتونیم یک فضای حدی رفتن به یا ختم جنگ جستجو کنیم خیلی ممنون. خیلی کوتاه کنید شما وکیل کوتاه نکته میتونه که وضعیت ما را کمک بکنه که بهتر یکی واقعا تجهیز قوا مدیریت قوا سوق اداره سه و مکافات مجازات مستکی سازی و زینت, زینت, منفی از ستونی نظام دور شد تا کمر نظام ما بسته شد و یک دوم جلوی مخربین ستون پنجم منافقین کارشکنا از درون نظام گرفته شد دو و سوم راست میگه حکومت وحدت ملی جلوی فساد را مخصن در ارگان های علی بگیره تا مردم اون نارضایتی دار پایین بیاید و در رابطه با نکته ای که اشاره کردن بس خیصی های مردم در بعض جا منفی بوده در بعض جا مثبت بوده اگر جای مثبتش استفاده شد چون در سری پول خوب نتیجه داده ولی در کنار نیروهای امنیتی یک کمک خوبی است خیلی ممنون از حضور سودمندتان آقایان سید عبدالمقدم امین آگاه سیاسی و سعید محمد حسن شریفی بلخوابی نماینده مردم در مجلس از حضورتان در بحث و سپاس و امتنان بیکران هم از شما برای پایشتان پای بحث امشام آخر خط تا درود و دیدار دگر رود